استقلال تهران نفت مسجد سلیمان در هوای سرد نیمه اسفند 93 در حضور 5000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی به مساف هم رفتند. این بازی تقریبا پایا پای با گل دقیقه 62 رضا عنایتی به سود استقلالی ها رقم خورد تا اونها موقتاً به صدر جدول برن. عصر یک شنبه بعد از بازی نفت تهران و گسترش فولاد تبریز مشخص میشه که استقلال تهران در پایان هفته 22 صدر جدول باقی خواهد موند یا اینکه تیم نفت دوباره به صدر جدول میاد. واقعا به این امتیاز نیاز داشتیم، بازی سخت بودم قبل از بازی میدونستیم، به هر حال نفت تیم خیلی خوبیه. خدا شکر نیم فصل دوم شاید بهتر شد، فقط دلخوریمون از این هوادارمونه که استادیوم نمیان. یه امتیاز با صدر تا قبل این بازی فاصله داشتیم، الانم صدر جدول رفتیم. چرا هوادار نمیاد ورزشگاه نمیدونم، واقعا برای خود منم جای سواله. شما وقتی در مقابل یه تیم بزرگ قرار میگیرید، یه تیمی که صاحب تجربه است، اجازه اونی که غفلت بکنین ندارین. ما مقابل استقلال یک بار غفلت کردیم. معمولا مربیان تیم بازنده سختشونه که به اتاق کنفرانس بیان، اما این بار سرمربی تیم برنده نیومد. یه مرکز خیریه بود که باید حتما میرفتم و الان تمام بچه ها به قول معروف سری لباس بشنن که برن و اونا زودتر رفتن. به حال ما اومدیم، به حال اصخایی میکنم. دلچسب نبودیم بازی، ولی تونستیم که 3 امتیاز بازی رو برای خودمون بکنیم و جزو مدعی‌ها قرار بگیریم و روی صعود اونو ادامه بدیم برای بازی‌های بعدی. استقلالی‌ها قبل از بازی هدیه‌ای رو از هیئت مدیره دریافت کردن که ظاهراً خیلی براشون جالب نبود. یه هنسبری بهمون دادن که من اصلا گذاشتم تو هتل دستشون در نکنه. یه پاداش ویژه دادن. نه خوندیم پاداش ویژه، اصلا مونو گفتم من به بقیه بچه‌ها گفتم بچه‌ها به شما چی دادن، دیدم نه به همونا همینو دادن.